سلام بر شما به برنامه این هفته ای ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در این برنامه نگاهی داریم به دیدار اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با جان کری همتای آمریکاییش در ژنو در ادامه به واکنش ها به انتشار شماره اخیر مجله شارلی ابدو میپردازیم از معرفی فهرست اعضای کابینه دولت وحدت ملی افغانستان میگوییم و مروری داریم به واکنش ها نسبت به نطق پیش از دستور علی متحری نماینده مجلس که جلسه علنی مجلس را به تشنج کشید در پایان نیز طبق روال بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با مرور آخرین تحولات این کشور با ما همراه باشید جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ای ایران و آمریکا روز چهارشنبه 14 ژانویه در ژنو ملاقات و به مدت حدود 6 ساعت در مورد پرونده حسته‌ای جمهوری اسلامی با یکدیگر گفتگو کردند. در حالی که جزئیاتی از مذاکرات وزیران خارجه ایران و آمریکا منتشر نشده، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه این گفتگوها را موثر توصیف کرد. مذاکرات ژنو پیش درآمدی است برای مذاکرات پنج به علاوه یک که فردا برگزار خواهد شد. مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا از روز چهارشنبه 24 دی آغاز شده بود و تا پاسی از شب ادامه داشت. این مذاکرات در چارچوب مذاکرات هسته‌ای برای تعیین نقشه راه ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک و همچنین سرعت بخشیدن به این گفتگوها انجام گرفت. طرفین بر سر حجم غنیسازی اورانیوم، جدول زمانی لغو تحریمها و مدت زمان توافق نهایی اختلاف نظر دارند. مذاکرات فشرده وزیران خارجه ایران و آمریکا در سه دوره و به مدت 7 ساعت طول کشید. کری و ظریف اصر روز چهارشنبه برای تنافسی کوتاه مذاکرات را ترک و دقایقی در خیابانهای ژنو پیاده روی کردند پس از پایان گفتگوهای کری و ظریف این مذاکرات در روزهای پنجشنبه تا شنبه 25 تا 27 دی ماه میان هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف دنبال می‌شود. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت روانچی به همراه حمید بعیدی نژاد، داوود محمدی نیا، پژمان رحیمیان در یک سوی میز مذاکرات و دیپلمات‌های آمریکایی وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، ویلیام برنز، معاون سابق وزارت خارجه و جیکوب سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سوی دیگر آن خواهند نشست. پس از بنبست در مذاکرات هسته‌ای در آذر ماه، ایران و شش قدرت بزرگ گفتگو برای دستیابی به یک توافق جامع بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران را از سر گرفتند. به نظر این کشورها، توافق هسته‌ای با ایران برای کاهش خطر جنگ در منطقه خاورمیانه ضروری است. پیشتر محمد جواد ظریف گفته بود در صورتی که غرب حساسیت‌های مسلمانان را در نظر بگیرد، مذاکرات آسان‌تر خواهد بود. آقای ظریف همچنین پیش از شروع مذاکرات به خبرنگاران گفت این مذاکرات آمادگی دو طرف برای پیشرفت به جلو و رسیدن به توافق اتمی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. روز یکشنبه 28 دی ماه معاونان وزیران خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه نیز به ژنو خواهند آمد و مذاکرات اصلی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در سطح معاونان وزیر ادامه خواهد یافت. قرار است معاونان وزیران خارجه ای ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک به سرپرستی عباس عراقچی و هلگا شمیت نیز روز یک شنبه 28 دیما در ژنو با یکدیگر دیدار و آخرین تحولات و نتایج مذاکرات را بررسی کنند. بنا به گفته مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان محمد جواد ظریف روز پنجشنبه 25 دی برای دیدار با فرانک والتر اشتاین مایر همتای آلمانی خود به برلین سفر می کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان افزوده طرفین مذاکره کننده به تدریج به نقطه هایی رسیدند که باید تصمیمات سیاسی لازم را اتخاذ کنند. وی همچنین یادآور شد که تا ماه مارس سال جاری باید تصمیم نهایی بر سر پایه های عمده توافق گرفته شود و تا هفت ماه دیگر نیز جزئیات این توافق همه جانبه نهایی گردد. وزیر امور خارجه ایران پس از برلین آزم بروکسل می شود تا با فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. ظریف روز جمعه 26 دی به پاریس خواهد رفت تا با لوران فابیوس همتای خود ملاقات کند. آخرین دور مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در ماه نوامبر 2014 در وین انجام شد اما طرفین نتوانستند به توافق مورد انتظار برسند این مذاکرات سپس هفت ماه دیگر تا تیر ماه 1394 تمدید شد آمریکا در پی جلوگیری از انباشت اورانیوم غنی شده در ایران و احتمال دستیابی این کشور به سلاح هسته است مسئله ای ایران اما لغو یک باره همه تحریم هاست مقام های ایرانی میگویند در صورتی موافقت نامه هسته ای با گروه پنج به علاوه یک را امضا می کنند که همه تحریم ها علیه تهران به سرعت لغو شود برخلاف ایران بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواهان برداشته شدن تدریجی و گام به گام تحریم های وضع شده علیه ایران است علاوه بر آن وی برای برداشته شدن این تحریم ها به موافقت کنگره نیز نیاز دارد. در حال حاضر نمایندگان جمهوری خواه در کنگره اکثریت را در دست دارند و آماده می شوند تا تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کنند. سامانتا پاور نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد ضمن هشدار به کنگره درباره تشدید تحریم ها علیه ایران می گوید، تصویب تحریم های جدید علیه ایران در شرایط جاری دستیابی به توافق هستهای نهایی را به خطر خواهد انداخت در همین حال مرزیه افغم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است هر وقت احساس کنیم مسیر مذاکرات متناسب با خواست ما نیست تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهیم کرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر استانیش به بوشهر به مردم وعده داد که تلاش برای لغو کامل تحریم ها ادامه خواهد داشت. او از گروه پنج به یک خواست که برای رسیدن به توافق جامع هسته شتاب کنند و بعد داد که ایران برای همزیستی مسالمت آمیز با جهان می کشد. داد که چنانچه تحریم ها علیه ایران لغم نشود متضرر خواهند شد. نخستین شماره نشریه فکاهی شارلی ابدو روز چهارشنبه چهاردهم ژانویه پس از حملات خونین هفته گذشته منتشر و به سرعت به فروش رفت مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتشار کاریکاتوری جدید از پیامبر اسلام در نسخه جدید این نشریه را محکوم کرد و یک رسانه دولتی از محتوای آن به شدت انتقاد کرد روز چهارشنبه 24 دی شماره جدید نشریه فرانسوی شالی ابدو در تیراژ 3 میلیون نسخه در سراسر فرانسه پخش شد. در حالی که تیراژ معمولی شالی ابدو 60 هزار نسخه است، این شماره با تیراژ 3 میلیون نسخه منتشر شده و نسخه های از آن به زبان انگلیسی، عربی، اسپانیایی، ترکی و ایتالیایی نیز انتشار یافته است. منابع خبری از صفحه طولانی و استقبال کم خریداران در مقابل محل های توضیح این نشریه گزارش داد. روی جلد شماره امروز این نشریه با عنوان همه چیز بخشیده شده شامل کاریکاتوری از پیامبر اسلام است که با چهره ای متأثر همراه با جمله من شالی هستم چاپ شده است. این شعار با هدف همبستگی با کارکنان این نشریه و نشانه حمایت از حق آزادی بیان بوده است. لوهز طراح این کاریکاتور در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت این طرحی نبود که همه انتظارش را داشتند اما خودمان دوست داشتیم صفحه اول این طور باشد تروریست ها هم دوست داشتند طرح روی جلد طور دیگری باشد چند تروریست ها در این مجله جایی ندارند تنها یک مرد گریه می کند. یک مرد خوب محمد ببخشید ولی باز هم کاریکاتور محمد را کشیدیم اما محمدی که ما کشیدیم مرد خوبی است که پیش از هر چیز گریه می کند مرزیه افغم سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری امروز خود با اشاره به انتشار کاریکاتور جدید از پیامبر اسلام در هفته نامه فرانسوی شالی ابدو آن را موهن نامیده و این اقدام را محکوم کرد و گفت سوء استفاده از آزادی بیان در غرب قابل پذیرش نیست و باید جلوی آن گرفته شود واحد مرکزی خبر نیز در مطلبی تحت عنوان شالی ابدو توهین داعش را تکمیل کرد از طرح روی جلد شماره جدید شالی دو انتقاد کرد این یادداشت شامل کاریکاتوری از حمله افراد مسلح به دفتر شالی دوست در حالی که گلوله آنان از این دفتر عبور کرده و به ساختمان یک مسجد اصابت میکند در این یادداشت آمده است اقدام جدید شالیبدو 2 و حمایت دولت مردان غربی تقویت چرخه خشونت و اسلام هراسی است جریانی که از یک سو کاریکاتورهای توهین آمیز منتشر میکند و از سوی دیگر از تروریست ها در خاور میانه حمایت می کند. انتشار اولین نسخه شالی ابدو در کشورهای مسلمان دیگر نیز واکنش هایی را به همراه داشت. خبرگزاری از سوشیت پرس از ترکیه گزارش داد روزنامه جمهوریت از نشریه های طرفدار افکار لایک در این کشور ویژنامه شامل تعدادی از کاریکاتورهای شالی ابدو را در حمایت از نشریه فرانسوی منتشر کرده است. در خبر دیگر مانوئل وال نخست وزیر فرانسه گفت کشورش در حال نبرد با افرادگرایی و تروریسم است نه با مسلمانان نخست وزیر فرانسه تاکید کرد باید با تدابیر منحصر به فرد به این شرایط استثنایی واکنش نشان دهیم اما افزود که هیچ اقدامی در انحراف از قوانین و های فرانسه انجام نخواهد شد فرانس و اولاند نیز در مراسمی در ستاد پلیس در مرکز پاریس به سه مأمور پلیسی که در آن حملات کشته شدند ادای احترام کرد آقای اولاند در این مراسم گفت که این مأموران کشته شدند تا ما بتوانیم در آزادی زندگی کنیم پیشتر جنازه چهار یهودی که در حملات مسلحانه هفته گذشته کشته شده بودند در بیت المقدس تشییع شد در این مراسم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و شماری از مقامات دولتی اسرائیل شرکت داشتند در حمله هفته گذشته به مجله تنز شالیب دو و گروگانگیری های پس از آن در پاریس در مجموع 17 تن کشته شدند. بیش از 3.5 میلیون نفر یک شنبه گذشته قلم به دست با محکوم کردن حملات خونین هفته گذشته در پاریس و در حمایت از این هفته نامه بزرگترین تظاهرات تاریخ فرانسه را رقم زدند. پلیس اتحادیه اروپا یوروپول شهروندان اروپایی را که به سوریه رفته و برخی نیز بازگشتند یک تهدید تروریستی بالقوه میداند آمریکا نسبت به وحشت زدگی هشدار میدهد یک مقام پیشین امنیتی بریتانیا ادوارد اسنودن را در افزایش خطر ترور مقصر میداند بر پایه بررسی های پلیس اتحادیه اروپا یوروپول تهدیدات برآمده از تروریست های اروپایی که به کشورشان بازگشته اند یا باز خواهند گشت به بالاترین حد از زمان حمله 11 سپتامبر سال 2001 تا کنون رسیده است. راب وین رایت رئیس پلیس اتحادیه اروپا که روز سهشنبه 13 ژانویه در جمع نمایندگان در پارلمان بریتانیا سخن می گفت از امکان بازگشت 3 تا 5000 هزار نیروی افراطی یا تروریست های اروپایی به کشورهای اروپایی و برنامه ریزی حملات تروریستی شبیه آنچه که پاریس شاهد آن بود خبر داد. وین به فهرستی اشاره کرد که یوروپل در اختیار دارد و در آن نام 2500 مزنون از کشورهای گوناگون ذکر شده است. او در کنار سوریه و عراق از شبکه‌های تروریستی فعال در آفریقا و عربستان هم به عنوان تهدید یاد کرد. رئیس یوروپول هشدار میدهد شهروندان اروپایی که به سوریه رفتهاند و برخی از آنها نیز به کشورهایشان بازگشتهاند یک تهدید امنیتی بالقوه تروریستی به شمار میآیند ژیل دوکرشو همایین کننده امور ضد تروریسم اتحادیه اروپا هم میگوید تهدید جدی است به اعتقاد او نمیتوان صد درصد مانع یک حمله تروریستی تازه علیه اروپا شد و نیروهای امنیتی در حال حاضر توانایی لازم را برای دفاع کامل جامعه در برابر حملات شبیه به حملات تروریستی هفته گذشته در پاریس ندارند. وی با استناد به اطلاعاتی که یوروپل در اختیار دارد، خطر پیکارجیان خارجی را که پس از مأموریتشان در عراق و سوریه به کشورهای مبدع در اروپا باز می‌گردند، خطری مشخص ارزیابی می‌کند. این در حالی است که کارشناسان مسائل تروریسم در آمریکا روز دوشنبه دوازده ژانویه نتایج تحقیقی را در مورد خطر پیکارجویان خارجی منتشر کردند و نسبت به واکنش های شتاب زده و وحشت زدگی در این باره هشدار دادند اما پیامد حملات تروریستی فرانسه برای اروپا تشدید قوانین و مقررات امنیتی همانند اجرای ذخیره دادهها برای روز مبادا خواهد بود دوکر که از سال 2007 تا کنون هماهنگ کننده طرحهای ضد تروریسم در اتحادیه اروپا است خواستار اجرای تدابیری مانند ذخیره دادههای رفت آمدهای هوایی شد دوکر در دفاع از این طرح میگوید همه کارشناسان بر این باورند که ذخیره این دادهها یکی از محدود است که به ما اجازه می دهد تحرکات مشکوک کسانی را ردیابی کنیم که هنوز برای سیستم های امنیتی شناخته شده نیستند. پیشنهاد بروکسل برای پیاده سازی چنین سیستمی تا کنون به دلیل نگرانی سوء استفاده از داده های شهروندان از سوی پارلمان اتحادیه اروپا پذیرفته نشده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سهشنبه 13 ژانویه خواستار تشدید قوانین امنیتی شد. به گفته کامرون برای تروریست ها نباید هیچ فضای امنی برای ارتباط گیری وجود داشته باشد. او همچنین خواستار ممنوعیت چت رمزگذاری شده است. در این میان جاناتان اونز رئیس پیشین سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا ادوارد سنودن را در افزایش خطر ترور مقصر می داند. اونز می گوید امکانات نیروهای امنیتی در اروپا و آمریکا برای ردیابی و پیگیری گفتگوها و ارتباطات تروریست ها با افشاگری های کارمند پیشین NSA محدود شدند. هفته گذشته پس از حدود سه ماه و نیم انتظار فهرست اعضای جدید کابینه دولت وحدت ملی افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس نمایندگان اعلام شد. در این فهرست شماری از چهره شناخته شده در کنار شماری از افرادی که تاکنون کمتر شناخته شده بودند دیده می شود. در نشستی که دیروز دوشنبه 22 دی در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر محمد اشرف رئیس جمهوری این کشور فرمان او در مورد معرفی 25 نامزد وزارت به مجلس نمایندگان را خواند. در این نشست رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و معاونان آنها به همراه شماری از مقامهای دولتی حضور داشتند. تأخیر طولانی در اعلام فهرست نامزدان پست وزارت انتقادهای بسیاری را برانگیخت و بسیاری آن را عامل اصلی ناامنی و رکود اقتصادی در افغانستان می دانستند. آقای غنی در هنگام ادای سوگند وعده داده بود که فهرست وزیران جدید را در مدت 45 روز اعلام کند اما این روند نزدیک به چهار ماه طول کشید در میان وزیرانی که روز دوشنبه برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شدند، چهره های جدید و کمتر شناخته شده نیز دیده می شوند. هیچ یک از نامزدان پست وزارت پیش از این به عنوان وزیر در دولت افغانستان کار نکردند. بر اساس فرمان آقای غنی، افراد به عنوان نامزد وزیران کابینه جدید به مجلس معرفی شدند. نورالحق علومی وزارت کشور، شیر محمد کریمی وزارت دفاع ملی، رحمت الله نبی ریاست اداره عمومی امنیت ملی، صلاح الدین ربانی وزارت امور خارجه، غلام جیلانی پوپل وزارت دارایی، نجیب ایوبی وزارت امور زنان، آی سلطان خیری وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطر افغان وزارت تحصیلات عالی فیض محمد عثمانی وزارت حج و اوقاف احمد سیر محجور وزارت دادگستری، گلزلما یونسی وزارت آموزش و پرورش، محمود سیقل وزارت انرژی و آب، فیروز فیروز وزارت بهداشت و درمان، سردار محمد رحیمی وزارت تجارت و صنایع، سردار محمد رحمان اغلی وزارت اقتصاد، یعقوب حیدری وزارت زراعت و آبیاری، داوود شاه سبا، وزارت معادن، فیض الله زکی وزارت دارایی، شاهزمان میوندی وزارت امور شهری، شهرسازی و مسکن، عباس بسیر وزارت فواید عامه، نصیر احمد درانی وزارت احیا و انکشاف دهات، سید حسین عالمی بلخی وزارت مهاجران، قمرالدین شینواری وزارت سرحدات و قبایل، فیض الله کاکر وزارت مبارزه با مواد مخدر، سادات نادری وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین، بورنا کریمی وزارت مخابرات و فناوری معلومات، خلیل صدیق ریاست بانک مرکزی از این میان تنها رحمت الله نبیل پیشتر عضویت کابینه افغانستان را داشته و به عنوان رئیس امنیت ملی کار کرده است. پیش از این آقای غنی گفته بود در کابینه جدید چهار کرسی را به زنان خواهد داد اما در فهرستی که روز دوشنبه اعلام شد نام سه زن دیده می شود. در اطلاعیه ریاست جمهوری افغانستان که از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته شده فهرست وزیران پیشنهادی را به مجلس نمایندگان ببرد تا هرچه زودتر کار بررسی صلاحیت آنها آغاز شود. در همین حال سید اکرام منشی مجلس نمایندگان افغانستان گفته مجلس کار بررسی مدارک تحصیلی و تجربه کاری وزیران معرفی شده را از امروز سهشنبه آغاز خواهد کرد و روند بررسی صلاحیت وزیران و رأی اعتماد نمایندگان به وزیران پیشنهاد شده هفته آینده انجام خواهد شد تأخیر در اعلام کابینه انتقادهای زیادی را به دنبال داشت مجلس نمایندگان به رهبران دولت وحدت ملی اولتیماتوم داد و رسانه ها و شبکه های اجتماعی شاهد موجی از نارضایتی ها در مورد تأخیر اعلام کابینه بودند. حال باید دید آیا کابینهی ای که با انتظار طولانی معرفی شد میتواند انتظارات شهروندان افغانستان را در بهبود شرایط اقتصادی و امنیتی برآورده سازد. واکنش ها به درگیری فیزیکی با علی متحری نماینده مجلس ادامه دارد در حالی که برخی از شخصیت های سیاسی اصلاح طلب حمله به وی را محکوم کردند برخی از جمله حسین شریعتمداری مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان شدیدا از آقای متحری انتقاد کردند روز یکشنبه 21 دیماه ماه مجلس ایران پس از سخنان علی متحری درباره حصر به تشنج کشیده شد قلام علی حداد حد عادل عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام درباره تلاش برای رفع حصر تصریح کرد آنها میخواهند وضعیت را به همان ماههای بعد از انتخابات بازگردانند که مسلما شکستن حصر و از حصر بیرون آمدن آنها به ضرر کشور است وی در خصوص این پرسش یک خبرگزاری امنیتی که تصریح کرده بود بعد حصر آزادی نیست و احتمال اعدام سران فتنه وجود دارد گفت این امر با دادگاه است و قوه قضایی باید در این زمینه تصمیم بگیرد. شورای عالی امنیت ملی اختیاراتی دارد و حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. در اظهار نظری دیگر عباسعلی کت خدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان گفته حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدامی تامینی است نه کیفری و باید مردم را درباره جرایم این افراد قانع کرد آقای کت خدایی تصمیم حصر این افراد از سوی شورای عالی امنیت ملی را تصمیمی قانونی خوانده است روز گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پی اعتراض شعار و تجمع گروهی از نمایندگان مجلس مقابل جایگاه سخنرانی علی متحری به تنش کشیده شد و از روال عادی خود خارج شد. این تنش ها زمانی آغاز شد که علی متحری در نطق خود بار دیگر حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیرقانونی خواند. گروهی از نمایندگان مجلس نیز در اعتراض به این سخنان سندلی های خود را ترک کرده و مقابل متحری ایستاده و شعارهای تندی علیه موسوی و کروبی سر دادند. به گفته عابد فتاحی نماینده ارومیه در مجلس پس از تعطیلی موقت جلسه مجلس موجی از نمایندگان به سمت آقای متحری هجوم آوردند که در این میان دست علی متحری کمی جراحت برداشته است. برخی از شخصیت های سیاسی اصلاح طلب حمله به علی متحری نماینده تهران در جلسه روز یکشنبه 21 دیماه مجلس ایران را محکوم کردند و حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان شدیداً از آقای متحری انتقاد کرد. آقای شریعت مداری همچنین میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را با شمر و یزید که شیعیان ایران از آنها به عنوان قاتلان امام سوم خود نام میبرند مقایسه کرد وی تصریح کرد آیا سران فتنه فقط به خاطر بخش اندکی از این همه جنایات مستحق چندین بار اعدام نیستند نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در ادامه مطلب خود نوشت جناب علی متحری بدون انتصاب به پدر بزرگوار و شهیدشان نزد رسانه ها و محافلی که برای ایشان کف و سوت میزنند اهمیتی ندارد. در همین حال برخی از شخصیت های اصلاح طلب و نمایندگان مجلس حمله به آقای متحری را محکوم کردند. از جمله غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی روز دوشنبه در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت ادی هنوز به دنبال توهین و بد و بیراه گفتن هستند و در تلاشند تا از این راه خود را از زیر بار عذاب وجدانی که در نتیجه حمایت‌های بی‌دریغشان از دولت سابق به وجود آمده رهایی دهند اما این موضوع در حافظه ملت مانده است و بعید میدانم کسی بتواند اتفاقات به وجود آمده در سالهای اخیر را فراموش کند. مسعود پزشکیان نماینده تبریز نیز در واکنش به اتفاقات روز یکشنبه مجلس گفت وقتی حتی تحمل شنیدن حرف مخالف را نداریم چگونه میخواهیم محاکمه و دادگاهی تشکیل بدهیم که عادل و آزاد باشد و طرف مقابل بتواند در آن حرف بزند فاطمه چهل امیرانی و ژیلا بدیهیان همسران حمید باکری و محمد ابراهیم همت دو تن از فرماندهان سرشناس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ ایران و عراق کشته شدند نیز در نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از او خواستند که به گفته آنان سطح فرهنگی و دیدگاه های مجلس را بالا ببرد. در ادامه این نامه آمده است برای نمایندگان توضیح بدهید انصافا نماینده چند درصد از مردم حوزه انتخابیه خود هستند تا خیلی جبگیر نشوند چون خیلی ها در این کشور زندگی می کنند و موافق برداشت از اسلام این جماعت نیستند. قوه قضایی با وجود برخی درخواستها برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا کنون از برگزاری دادگاه این دو نفر خودداری کرده است. مسئولان این قوه گفتند در صورت صلاح دید دادگاه این افراد را برگزار خواهند کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر میبرند. هفته گذشته یک شهروند 20 ساله ای آمریکایی که قصد حمله به ساختمان کنگره در واشنگتن را داشت دستگیر شد. به گفته پلیس فدرال آمریکا، وی همچنین با نام مستعار در توییتر پیامهایی را در حمایت از گروه تروریستی داعش منتشر کرده بود. فدرال آمریکا اف از دستگیری یک جوان 20 ساله به زن برنامه ریزی برای حمله به ساختمان کنگره در شهر واشنگتن خبر داده است. کریستوفر کورنل شهروند 20 ساله آمریکایی روز چهارشنبه 24 دی زمانی که در فروشگاهی در ایالت اوهایو در حال خرید دو سلاح نیمه خودکار و 600 عدد فشنگ بود دستگیر شد. وی متهم به تلاش برای قتل ماموران پلیس و کارمندان دولت شده است. طبق اطلاعات مندرج در اسناد دادگاه، کریستوفر کورنل چندی پیش یک حساب کاربری با نام مستعار راهیل محروس عبیده در توییتر ثبت و اقدام به نوشتن پیامهایی در حمایت از گروه تروریستی داعش کرده است. او از ماه اوت سال 2014 چند ماه پیش از دستگیری تحت نظر ماموران امنیتی بوده است. کریستوفر کورنل همچنین متهم به ارسال پیامی به یک خبرچین اداره تحقیقات فدرال است که حکایت از نیت وی برای انجام چند اقدام تروریستی در خاک آمریکا از جمله سوء قصد به جان چند مقام رسمی دولت در واشنگتن داشته است. در اسناد دادگاه ادعا شده است که کریستوفر کورنل در جریان دیداری با خبرچین اف بی آی در ماه نوامبر 2014 اعضای کنگره را دشمن دانسته و گفته است که میخواهد به ساختمان کنگره حمله کند. طبق اسناد جمع شده توسط اف بی آی این جوان 20 ساله به خبرچین اداره تحقیقات فدرال گفته بوده است که قصد دارد چند عدد بمب لوله‌ای ساخته و در نزدیکی ساختمان کنگره جاگذاری و سپس آنها را منفجر کند. در نهایت نیز با استفاده از سلاح به سمت کارمندان و مقامات کنگره تیراندازی و آنها را به قتل برساند. به گفته مقامات ایالت اوهایو کریستوفر کورنل پیش از آن که بتواند راهی واشنگتن شود دستگیر شده و از همین رو مردم هیچگاه در خطر نبودند دستگیری این مرد 20 ساله در ایالت اوهایو تنها چند روز پس از آن رخ می دهد که یک مرد دیگر در همین ایالت به تلاش برای کشتن جان بونر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا متهم شد. مایکل هویت متصدی بار در یک کلوب تفریحی بود که احتمالا قصد داشت رئیس بانفوذ و جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا را با مسموم کردن نوشیدنیش به قتل برساند کنگره آمریکا دو مجلس سنا و نمایندگان را در خود جای داده است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از مدت ها پیش هشدار داده بود بزرگترین خطر تهدید کننده برای آمریکا تروریست هایی هستند که به طور انفرادی و بدون داشتن وابستگی به گروه های تروریستی نظیر القاعده دست به انجام حمله می زنند. در پایان این برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینه خبرنگار ما در ترکیه که نگاهی دارد به مهمترین تحولات این کشور در هفته گذشته. اغلب اظهار نظرها و واکنش این هفته سمت و سوش حول حوادث تروریستی پاریس و راهپیمایی اتحاد در این شهر بود حالا به قول معروف روابط ترکیه و اسرائیل تا این سالها خیلی خوب بود این هفته هم به اوج درگیری های لفظی رهبران دو کشور تبدیل شد حوادث تروریستی پاریس به نوعی فرصتی برای رهبران دو کشور فراهم کرد تا زور لفظی و کلامی هم با هم در این زمینه داشته باشند درگیری های لفظی که از آغاز هفته و در واکنش به حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این مراسم آغاز شد و تا پایان هفته هم ادامه داشت تا جایی که روز پنجشنبه نخست وزیر ترکیه نتانیاهو رو به تروریست های پاریس تشبیه کرد و از آن سو هم سران اسرائیلی گفتن ترکیه هدفش اسرائیل ستیزی و اسرائیل حراسی در منطقه هستش به نظر میرسه دست کم در شرایط کنونی روابط دو کشور رو باید تمام شده یا فلج شده دونست چون با وجود تنش های زیاد این روابط به پایین سطح خودش در طی سالهای اخیر رسیده دو کشوری که در منطقه روزگاری متحد دیرینه یکدیگر بودند حالا آرام آرام در تحولات منطقه‌ای و جهانی به صفندی های متفاوتی دارن میرسند. اما هرچقدر این سو روابط سرد و تیره هستش از آن سو روابط ترکیه با گروه های فلسطینی مثل حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین در آغاز این روزهای زمستان 2015 گرم و گرمتر میشه بعد از سفر چند هفته پیش خالد مشعل به ترکیه که حتی باعث شد امریکایی ها به سران این کشور هشدار بدن که زیاد مناسب نیست که ترکیه به حماس نزدیک بشه حالا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگران فلسطین این هفته به ترکیه. اومد استقبال ویژه آقای ارغان از محمود عباس در کاخ چانکایا و یک سورپرایز 200 میلیون دلاری به عنوان هدیه ترکیه برای بازسازی غزه تنها گوشه از این رابطه گرم و صمیمی هستش که باید بهش اشاره کرد اما در ادامه حواشی اقدامات تروریستی پاریس و حمایت جهانی از کارکنان نشریه شالی ابدو و روزنامه جمهوریت ترکیه هم در اقدامی بی سابقه به منظور همبستگی با کارکنان این نشریه و حمایت از آزادی بیان همزمان با انتشار شماره جدید نشریه شالی دو اقدام به انتشار مطالب و کاریکاتورهای این نشریه در ترکیه کرد اقدامی که ابتدا ممانعت پلیس از توزیع روزنامه رو در پی داشت سپس با اعتراض اسلام گرایان این کشور روبرو شد همینطور دادستانی شهر استانبول در این باره تره شکایت کرد و نهایتا موضوع به سران دولت هم رسید تا جایی که افغان علا وزیر کشور اقدام روزنامه جمهوری از رو جرم تلقی کرد و عنوان کرد که اجازه این گونه اقدامات رو در ترکیه نخواهیم داد در مقابل مخالفت ها و اعتراض ها از آن سو برخی از سرشناس ترین روزنامه نگاران ترکیه هم از روزنامه جمهوریت حمایت کردند. روزنامه جمهوریت که به طیف سکولار ترکیه تعلق داره و در واقع ارگان رسانه جمهوری خانه لایک ترکیه استش باید گفت نخستین روزنامه در کشورهای مسلمان بود که به نوعی سنت شکنی کرد و مطالب نشریه شالیب درو بازنش داد آن هم در جامعه ترکیه که جریان های مذهبی در اون بسیار قوی و ریشه دار هستش بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما رو می در وبسایت ما با آدرس ایران فردا live.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر بدرود.